ایران صفوی بیش از 200 سال توانست با بزرگترین قدرت جهانی آن روزگار امپراتوری عثمانی رقابت کند و بر دیگر قدرت جهانی امپراتوری گورکانی در هند تأثیر فراوان بگذارد. اما چرا ایران صفوی به سرعت توسط امیری از قندهار برچیده شد؟ سلام، هفته پیش در بخش اول این بحث در مورد برآمدن دودمان صفویه و ایجاد قدرتی مرکزی که پاره‌های ایران را دوباره یک پارچه کرد حرف زدیم. پاره‌هایی که در مراحلی از آسیای میانه تا هرمز و از قندهار تا عراق کنونی را در بر می‌گرفت. اما این قدرت بزرگ به سرعت ناپدید شد. چرا؟ اگر صفویه توانستند یک حکومت محکم مرکزی پدید بیاورند که بر پایه‌های مشروعیت دینی، ثروت حاصل از تجارت و اقتدار نظامی استوار بود، چطور شد که چنین قدرت جهانی در اندک زمانی مقهور امیری از قندهار شد؟ این بحث را با مهمان‌های این هفته ادامه می‌دهیم. عباس امانت، تاریخ نگار، نویسنده کتاب ایران یک تاریخ مدرن که از صفویه ایران تا معاصر را در بر می‌گیرد و رودولف مته، او هم تاریخ نگار، نویسنده چند کتاب در مورد صفویه از جمله کتاب ایران در بحران. خیلی خوش آمدید. آقای مته، شما ایران صفوی رو ایران در بحران مینامید. چرا؟ خب البته این کلمه به کار می‌بردم به خاطر اینکه سقوط اصفهان و از بین رفتن قدرت صفویان یه چیز ناگهانی بود و تعجب آوری بود و به نظر من پیامد یه بحران عمیقی بود. ظاهراً دودمان صفویان بسیار موفق بودند، یعنی طول عمرش طول و زندگی دو قرن بلکه بیشتر، یعنی نشون میده که واقعاً از دودمان‌های قبلی و بعدی موفق‌تر بوده، معلومه. ولی زیربنایش خیلی ضعیف بود به نظر من، مخصوصا زیربنای اقتصادی و بنابراین زیربنای نظامی، یعنی تجهیزات نظامی در برابر مثلا مال عثمانیان خیلی ضعیف بوده. در مورد ضعف بنیه اقتصادی صفویه در بخش اول گفتید که بله، از جمله طلا و نقره بسیار کم بود و در ابریشم هم تجارت ابریشم هم که اصلا شهره به اون هستن بله، خیلی به اندازه‌ای که گفته میشه موفق نبودن، برای اینکه زیاد نمیتونستن صادر کنن. اما بنیه نظامی چرا؟ برای اینکه تصور بر این هست که صفویه از نظر نظامی بسیار مقتدر بودند. آقای امانت میگه سه امپراتوری باروتی به گفته ایشون امپراتوری عثمانی و بله، ایران و گورکانی بود و از بله اینجا... البته خب این اصطلاحی که البته تقریبا متروک شده دیگه، زیاد از استفاده نمی کردن چون مورخان متوجه شدن این باروت با این که مهم بود یعنی چیز محوری نبوده، یعنی مثلا در مخصوصا در ایران وارد شده ولی به طور کامل و به طور کار کرد از استفاده نمی کردن چون زیاد سازش نداشته با جنگیدن سنتی روی اسب با تیر و کمان مثلا، چون خب این اسلحه باروتی سنگین و سخت استعمال بودند، یعنی با روی اسب نشاندن از قبل مناسب نبوده و بیشتر برای محاصره و خراب کردن دیوارهای شهرها از استفاده می کردن. ولی البته در مقایسه به عثمانی ها ایرانیان هیچ وقت نتونستن به اوج فناوری جدید برسیدند. عثمانی ها البته مجبور بودن به جنگن روی جبهه های بالکان. بله و با روسیه یعنی می جنگیدن. بله با روسیه هم می جنگیدن و خب روسیه البته
عمده ترین دشمن عثمانی بوده و بعد از اصلاحات پیتر بزرگ واقعا یک قدرت به سزایی شد. در این حال ایران البته بیشتر یعنی مجبور نبودن واقعا این اسلحه گرم وارد سیستم ساختار نظامی خودش بسازن. آیا به جز بارود که در توپ استفاده می شد صفویه تونستن سلاح گرم برای لشکریانشون فراهم بیارن؟ ما چیزی در این مورد می دونیم؟ تا اندازه یعنی اصلاحات نظامی شاه عباس یه جنبهش البته وارد کردن اسلحه گرم، ولی تو یعنی قزلباشان مخصوصا متمایل نبودن از اینا استفاده بکنن، چون با مفهوم مردانگی روی اسب جنگیدن و خب البته تور جنگیدن یعنی سریع با اسب یعنی عقب نشینی کنن، حمله کردن، البته با این اسلحه گرم این کار سخت میشد و منطبق نبوده، یعنی به خاطر همین این وارد کردن اسلحه گرم برای اونا خیلی سخت‌تر بوده. آقای امانت، در مورد بنیه نظامی صفویه چی میدونیم؟ آیا اونجوری که آقای متن میگن نمیشه گفت که واقعا شاید امپراتوری باروتی بود ولی در عمل روی زمین خیلی نمیتونستن استفاده کنن؟ خب در این مورد به نظر میاد که شاید یک جزئی اختلافی بین بنده و آقای متن هست. من فکر میکنم توپخانه نقش مهمی داشت و در شکلگیری دوره صفویه از زمان شاه عباس حداقل از اواخر طهماسب به بعد توپخانه نقش اساسی داشت و توپخانه همیشه سنگین نبودن. مثلا من مورخ نظامی نیستم ولی توپ سبک هم همراه می‌بردن، زنبورک هم ساختند و قوای قورچی که در زمان شاه عباس پیدا شد که طبقه غلام بیشتر بودن که اینها اسلحه آتشین هم می‌کردن، اینها بزرگترین بخش در مقابله با قزلباش که در واقع مقداری سنتی بود و مقاومت میکرد رو کنار گذاشت و در واقع به یه ترتیبی تونست مدرنیزه بکنه. بعد هم که شما در قرن 18 هم که معجزه نشد یک بار نادرشاه بتونه با توپخونه یک همچین امپراتوری عظیمی رو بخواد بسازه، البته شکست خورد، ولی توپخانه درش خیلی نقش اساسی داشت در این. پس من فکر میکنم شاید به تدریج ایران هم نظیر عثمانی پذیرفت که مجبوره باز اسلحه آتشین به کار بگیره. خب حالا البته درجات داره، اینکه آیا خب عثمانی ها یکی از دلایلشون که خیلی موفق بودن اینه که فراریان از مجارستان که کمک میکردن بهشون یاد میدادن که چطور توپای سنگین بزنن. ولی همین امپراتوری که به گفته شما مجبور بود مثل عثمانی ها به باروت و سلاح گرم کم کم اتکا کنه، مقهور امیری شد که هیچ کدوم از اینا رو نداشت. خب محمود هوتکی از قندهار بلند میشه با چند هزار سپاهی میاد و ظاهرا 20,000 و این بساط رو برمی‌چین. دلیلش چیه؟ ولی خب دلایل خیلی متعدده. یکی اون بود که آقای متن اشاره کردن که یک مقداری از زمان بعد از شاه عباس، به ویژه بعد از شاه عباس دوم، یعنی از زمان شاه سلیمان به بعد، از نیمه قرن 17 به اون طرف، این ضعف داخلی به خاطر اون تئوری قدیمی که هنوزم به نظر من تا اندازه زیادی پذیرفته است، مسئله تبدیل ممالک به خاصه، یعنی سرزمین‌های حاشیه‌ای که جذب دولت مرکزی شد. دولت مرکزی از اینا در ابتدا بهره گرفت در زمان شاه عباس و تقویت شد، ولی بعد که دولت مرکزی مدیریتش ضعیف شد اعتنایی بهشون نکرد. بله اون ممالک دیگر به نزدیک به مرکز نبودند و دیگه دفاع از مرکز نمی کردن. این بود که اون مرزهایی که آقای متن گفتن مورد تضعیف شد. یکی اینه البته.
یکی اینی که از نظر بنیه مالی دولت صفوی متأخر اصولاً منابعی نداشت که بتونه یه قشون بزرگی رو حفظ کنه. اگر شما نگاه کنید در جنگ گلناباد که این قوای افغان در مقابل دولت صفوی بودن، حتی پول نداشت که از این مزدوران گرجی که بیان دفاع کنن از اصفهان بیاره اونجا برایشون براش بجنگه. بدتر از اینجا حتی شاه عباس معروفه، یعنی موقعی که میره عراق یعنی بغداد محاصره بکنه، پول اصلا پول رواج نداره، مجبوره یعنی چرم از چرم استفاده میکنه، یعنی ضرب میکنه، یعنی یه ارزش پولی داره، یعنی موقتا به سربازان به عنوان حقوق به اونها میده، یعنی حتی شاه عباس که یعنی اوج قدرت صفویان، یعنی حتی در اوج قدرت صفویان کمبود مالی همیشه مشکل عمده صفویان بوده. و یکی از عوامل دیگه و شاید عمده ترینش می باشه اینه که البته صلح دائمی منعقد کردن با عثمانی ها، یعنی صلح ذهاب که خیلی جالبه، چون اولا البته نماینگر و اعتراف ضعف دائمی و ساختاری صفویان در مقابل عثمانیان بود. یعنی فکر می‌کنی شرایط صلح ذهاب کاملا نشون میداد که صفویه در حال زواله؟ آره، و نه خودشون هم آگاهی دارند که نمیتونن برتری پیدا بکنن، همیشه میترسیدند از عثمانی‌ها. ولی چقدر معلومه؟ ولی چقدر آگاه عثمانی‌ها هم میترسیدن از ایران، نه فقط از قوات مسلحشون، ولی از بیابون‌های وسیع. به خاطر همین هم فراتر از تبریز هیچ وقت نرفتن. بله، ولی چقدر آگاهی داشتن؟ برای اینکه تاریخ نگاران دیگری که راجع به این دوره نوشتن، مثلا نوشتن که گماردگان گرجی شاه صفوی در قندهار بسیار جنایت ها کردن و مردم محلی رو، مردم قندهار رو ناراضی کردن. و وقتی که محمود هوتکی برخاست، در واقع پشتیبانی عمومی داشت و این درسته. در واقع یک میشه گفت اعتراض خارجی که نبود، داخلی بود، برای اینکه قندهار بخشی از صفوی بود. ولی ترتیب در داخل مملکت آخر مرحله ای هست که با این همون صلح ذهاب شروع میشه، یعنی یه نیروی مسلح که نمی جنگه تنبل میشه، یعنی تمرین میخواد دیگه. و واقعا صفویان به نظر من از اون موقع به بعد در حال آسودگی و آرامش زندگی میکردن. بله. آگاهی از سست خودشون نداشتن، چون آروم زندگی میکردن. بله، به ما بگید این صلح ذهاب چی بود که آقای مته میگن در واقع به یک معنا آگاهی صفویه بر سستی خودشون بود؟ بله، این نشانه یک دوره جنگ‌های طولانی بود که در زمان شاه طهماسب شروع شده بود. یک قرارداد معروفی بین صلحی بین دو دولت امضا شد به اسم آماسیه در 1555. در 1639 قرارداد ذهاب در واقع تجدید یا تأیید اون قرارداد قبلی بود که یک مرزی در واقع بین ایران و عثمانی ایجاد کرد که همون مرز قدیمی بود که ایران همیشه با بین النهرین داشت، یعنی زاگرس بود. این در واقع در ذهاب بود که ایران هنوز هم هست که ایران به نظر من دیگه به طور رسمی عراق رو از دست داد. بله بله، عراق رو از دست داد. یعنی که پذیرش این نکته که ایران در بوم خودش یک دژی است که حالا دژی که درش همه شکست و میان و میرن توش، ولی به هر حال یک سرزمینیه که این مرز طبیعی از زمان امپراتوری روم تا زمان جنگ ایران و عراق همواره این وسط باقی مونده تا قرن بیستم. این یه چیز، یه نشانی دیگری هم هست، نشون میده که اون موقع به نظر من تاجیک‌ها به اوج کار رسیده بودن، چون اونها جنگجو نبودن. یه نزاع شدیدی در دربار وجود داشت. وقتی میگی تاجیک ها منظور فارسی زبان فارسی ها و ایران هاست دیگه، این لفظی بود که اون موقع ایرانی ها گفتن تازیک. بله. یعنی ترک و تازیک. مثلا هلندی ها میگن که سربازان خوب در جنوب ایران وجود ندارن، فرار میکنن. یعنی بهترین تنها یعنی سربازان
مناسب و جنگ آماده به جنگ از آذربایجان میاد. بله بله خیلی جالب. و قزلباش‌ها حتی دوره قاجاری هم اینه. آره معلومه. و قزلباش‌ها گفته میشه که اینها که خانه به دوش بودن و جنگجو بودن، هرچی صفویه مستقر شد و مستحکم‌تر شد و بعد دیگه بساطش رو پهن کرد، اینا یک جانشین شدن و دیگه نمونش هم در واقع خیلی ساده انتقال پایتخت از تبریز به قزوین، از اونجا به اصفهان. دیگه این چی ما میگه در مورد آیا اینها قدرتشون کم شد یا یک جانشین شدن و دیگه حکومتدار شدن به جای جنگ؟ هیچ وقت نابود نشدند. این واقعا یکی از نابغه‌های شاه عباس بود که اینو نابود نکرد، این توازن این نگه داشت، یه تعدیلی پیدا بکنه بین این قوات سنتی و اونهایی که وارد شدند از خارج، یعنی اون غلامان غلمان معروف که البته سربازان خوبی هم داشتن بودند البته، ولی به نظر من این واقعا جوهر مسئله نیست که کدومش بهتر می جنگید. به نظر من بالا اومدن این طبقات تاجیک و فارسی زبان، یعنی دیوان سالاران در پایتخت، که البته هم باید اعتراف بکنیم که اصفهان واقعا اولین پایتخت واقعی ایران بوده. تمام پایتخت های قبلی هم گزارا بودن. از نظر شما در کتابتون این در واقع میشه گفت نتیجه روند یک جانشینیه، گفتید که قزلباشان و اصولا صفویه یک جانشین شدن، یعنی کم دیگه مستقر شدن. و شما اینو در اصفهان میبینید دیگه، برای اینکه دیگه ساختن دیگه یک شهرنشینی، طبقه شهرنشینی پیدا شد که البته هنوز به اقتصاد زراعی وابسته بود، ولی در به تجارت وابسته بود، ولی اکثریت نداشت، حاشیه هنوز حاشیه کوچنشین بود. حالا چرا این اهمیت پیدا کرد؟ بگو برای من. بنده یک فرضیه رو مطرح کردم، 100% هم مطمئن نیستم، برای که هنوز من شخص کسی نبودم که تاریخ محیط زیستی رو به اون صورت بشناسم، ولی بالاخره یک شواهدی هست. و اونی که به نظر میاد در نیمه قرن 17 و آغاز قرن 18 یک تحول جوی دنیایی پیدا شد، مخصوصا در یوروئیشیا، در آسیا و اروپا. بله. که بهش کتاب هم راجبش نوشتم، مطالب هم نوشتم، به اسم دوران عصر یخ کوتاه، یخ بندان کوچک. بله بله. خب این یخ بندان کوچک در مورد ایران مطالعه نشده، البته آقای شاید آقای مهدی راجبش بهتر میدونن، ولی نکته ای که عوارضی که ما میبینیم با این مسئله وابسته است. یعنی ما به نظر میاد خیلی از این اقوام حاشیه‌ای که در ارتفاعات بودن، چون چراگاه‌ها بیشتر در ارتفاعات بود، به خاطر سرد شدن هوا و تحولات جوی دیگه نمیتونستن در تپه و ماهورهای بلندتر باشن، به دشتا اومدن، و وقتی به دشتا اومدن فشار به روی شهرها بیشتر شد و مسئله آذوقه به تدریج کمبود آذوقه پیدا شد. ما مثلا در روایت همین حمله افغان، اول به کرمان بعد به اصفهان، میبینیم که اینها گرسنه‌اند. یعنی شهری که ازشون هست شهری قومیه که غذا نداره بخوره وقتی میرسه به اصفهان. و به این ترتیب شاید بتوان گفت، فقط هم افغان ها نبودن، یعنی قلزایی ها نبودن، عبدالی ها نبودن، اینها بلوچ بود، عرب بود، کرد بود، کرد خراسان بود، هم لزگی ها بودن در قفقاز، اینها همه در یه دوره کوتاهی به نسبه اینها بیشتر فشارشون به روی شهرها زیادتر شد، به دلیل هم زمستان‌های سرد و هم گفته میشه خوشسالی‌هایی که خوشسالی بله همراهش بود. بله همراهش بود. من به این پدیده اشاره می‌کنم در کتاب‌های بحران ایران در بحران. به نظر من البته زیاد شناخته نشده، چون منابع خیلی کمه. بله معلومه، ولی تا اون جایی که می‌دونیم واقعاً یه دوره همون اواخر دوره صفویه
خشکسالی زیاد بوده، کمبود آب خیلی چیز بحران شده و واقعا این قبایل مرزهای شرقی به خصوص افغان‌ها و ازبکان وادار کرده که وارد عرصه خود ایران یعنی بشن. حالا که اشاره به خوشسالی میکنید، ما در مورد سیاست ارضی، در مورد سیستم کشاورزی صفوی چی میدونیم؟ برای اینکه اگر این اقتصاد عمدتاً بر کشاورزی استوار بود و تجارت بود اما محدود بود، این قاعدتاً باید عامل مهمی بوده باشه در رونق و در این حال در زوالش دیگه. چه سیاست کشاورزی داشته؟ متاسفانه تا اندازه که مطلوب بود ما اطلاعاتی نداریم، چون البته آمار و نوشته های بوروکراسی بیشترشون گم شده، یعنی آرشیف های به این صورت نداریم برای صفوی. این که در دوره افغان از بین رفت. بله بله، همون در هرج و مرج و خب عمدن هم خراب کردن ما زیاد واضح نیست. ولی در این حد میدونیم که فکر میکنم در کتاب شماست که میگید که شاهان صفوی به خصوص شاه عباس تیول را افزایش دادن، یعنی واگذاری موروثی زمین ها رو این رو تا حد زیادی محدود کردن و به جای واگذاری موروثی اینها رو واگذار می کردن، اما قرار نبود که این نسل اندر پی بمونه در دستشون. و این سیاست مهمیه اگرچه این تغییر ایجاد شد. نحوه دولت مرکزی اونی که بهش گفت خاصه، بله، یعنی سرزمین هایی بود که به دولت مرکزی و شاه تعلق داشت، بله، دیگه در اختیار اون حاشیه نشینان نبود. بله. وقتی که شما اینا رو درست مدیریت نمی کردی مشکل این از زراعی پیدا می شود. پس میشه گفت که این از مشکلاتی بود که ایجاد شده، یعنی این سیاست کشاورزی، چون یه چیز یه فکر کوتاه مدتی بود، یعنی برای افزایش کردن مالیات و درآمد، مالیات و عواید و فلان و اینا، یعنی اینو چیز به طرف دربار چیز از مقامات محلی گرفتن، ولی در کوتاه مدت خیلی عایدات و مالیات زیادی چیز ایجاد کرده، ولی در دراز مدت البته به ضرر زمین، چون هر سال یه گماشته دیگه، یعنی اون حس تعلق میشود. شکل نمی گرفت دیگه هر بله سه. که روش بگیری با روش بگیری این مقام رو گرفته و البته استخراج هر چی زودتر فقط برای یه سال تصدیش بود، حراج میکرد، حراج میکرد. این البته زمان خاجایی هم همین جوری بود، واقعا به ضرر محصولات و چیز تولیدات کشاورزی بوده و در این حال در ناراضی کردن مردم بله. این مناطق هم حتما و البته این که آمادگی نظامی هم خیلی کمتر ساخته، چون این تا اندازه‌ای که اون مقامات محلی یعنی موظف بوده یه نظامی ارتشی نگه داره با آذوقه و آمادگی و فلان و اینا، این هم اهمال شده، یعنی وقتی از دو طرف تضعیف چیز بیشتر میده. میشه گفت که در واقع معنیش اینه که اینهایی که زمین بهشون واگذار میشد در سیستم تیول، اینها چون کوتاه مدت اونجا بودن سعی میکنن حد اکثر رو استخراج کنن بدون اینکه وفاداری به رعیت نبود. آره، یعنی که رعیت هرچی بیشتر ضربه میخورد. آره، البته رعیت در تاریخ ایران همیشه ضربه میخورده. آره، ولی در این دوره ما میبینیم شروع این کار قاجاری هم دنباله. آره، همینه. آره، دیگه در واقع. ولی من از آقای مته دو تا نکته پرسش دارم که چون ایشون تحقیق کردن راجع به مسکوکات و به این مسئله مربوطه. ببخشید زحمت. بله بله. یکی راجع به مسئله شما در صحبت بار گذشته گفتید که مسئله کمبود مسکوکات، این بار هم شما گفتید که شاه عباس وقتی رفت بغداد بگیره پول نداشت. بله. این کمبود مسکوکات رو چنان که خود شما هم اشاره کردید با مسئله صدور فلزات قیمتی از ایران که توسط شرکت‌های هند شرقی، انگلستان، هلند انجام می‌شد. بله. و اصولاً چرخه حرکت فلزات گران قیمت به از عثمانی به ایران، از ایران به هند. بله. درسته. این خودتون در کتابتون گفتید. بله بله. این تا چه اندازه
نقش اساسی در این بیپولی داخلی ایران در پایان صفویه بازی کرد. خب اینو این وضعیت رو تقویت کرده، ولی خب اصولا البته تقصیر خارجیان و ارامنه که هم فعال بودن در این تجارت، در این فرار مسکوکات شمس فلان نبوده، چون برمیگرده به ضعف اصلی و اصولی زیربنای اقتصادی، چون ایران به اندازه کافی صادرات نداشته. یعنی هلندیان مثلا رفتن ایران مشتاق بودن ابریشم بخرند، بله، ولی خب غربیا خب بی خودم نیست که به طرف هندوستان میرفتند، بله. کفش های دریایی هدف عمدهشون هندوستان بود، چون بله. سروتمندترین قسمت دنیا بوده. بله. حالا که صحبت این نقل و انتقال یا حرکت طلا و نقره از عثمانی به ایران، از اونجا به هند و بعد به اروپا است، لازمه بپرسم که شما فکر میکنید عوامل خارجی چقدر مهم بودن؟ چون همجوری گفتم قندهار بخشی از ایران بود، پس میشه گفت اون یک عامل داخلی بود اون شورش. عوامل خارجی منظورم البته مورد نزاع با امپراتوری هند گورکانی بود، ولی بله. خب بالاخره ایرانیان موفق شدن. با شدت مال عثمانیان نبوده. نه بله. نزاع. بله. عوامل چون مسافه خیلی زیادتر به بیامون وسیع اینو چیز تفصیل دارم. عوامل خارجی چون مثلا محاصره اقتصادی ایران توسط عثمانی، چون بسیاری از این محصولات ایرانی در عثمانی به مانع برمیخورد دیگه، یا آمدن شرکت‌های هند شرقی انگلیس و هلند، اینها مؤثر بود در زوال و در نهایت سقوط صفویه؟ به نظر من اصلا، البته این یک گمان ایرانیان حال حاضر که خب خارجیان همیشه مشتاق بودن چپاول و غارت منابع طبیعی فراوان ایران، بله، ولی خب به این البته برمیگرده به قرن 19، امپریالیسم واقعی از اون موقع به بعد شروع میشه. ولی در دوره صفویه فکر میکنی؟ نه میدونی، من همیشه میگم که خب چه کار میکنی؟ با یک کشتی میای ایران با 100 تا ملوان چه کار میکنی؟ کشور اشغال بکنی؟ هیچی. یعنی اون هلندیان و انگلیسیان باشه، یعنی واقعا ابزار شاه بودن دیگه. یعنی تقاضا میکنند، خواهش میکنم یه چند تا امتیاز میخواییم از لحاظ باج و خراج و فلانی، ما خب میخواییم تجارت کنیم. شاه عباس واقعا میتونست، یعنی اونا اخراج بکنه دیگه، مثل با پرتغالی ها این کار کرده، واقعا نتونستن سیطره و قدرت کامل روی کشور چیز پیدا بکنن. آقای امانه، بله، بنده تصور میکنم شاید این مورد تفاوت نظر ما در مورد صدور فلزات قیمتی، من فکر میکنم در بازارهای ایران خیلی موثر بوده. یعنی کم پولی یک عنصریه که تا قرن 19 هم تا دوره قاجاری هم ادامه پیدا کرد، چون این صدور فلزات کماکان ادامه پیدا کرد تا قرن 19 هم. و این به نظر من در ضعف بنیه اقتصادی ایران موثر بوده، ولی سوای اون ما نمیتونیم چیز دیگه رو پیدا کنیم. البته میشه در مورد پرتغالی ها گفت، پرتغالی ها دو تا عنصر مهم در سلطهشون بر نقاطی از خلیج فارس داشتن، یکی استراتژی حفظ هرمز یا بحرین، بله، که میتونستن دو سر خلیج فارس رو در اختیار داشته باشن و خب یه نوعی انحصار تجارت جنوب رو در دست بگیرن. یکی این که نکته دوم بود که یک نوع چیز مذهبی هم همراهش آوردن، یک نوع فکر مذهبی که البته در دنیای ایران هیچ وقت موفق نبود. میسیون‌های مسیحی، کتاب اولین، بله، چیز در مصر، در هند موثر بود، در ایران کم بیشتر موثر بود، در ایران همچین هیچ وقت پای نگرفت، ولی ما میبینیم که فرمسر شاه عباس، ولی پرتغالیا جدای این چیزی که گفتید واقعا بازیگر نشدن در حوزه تجارت و سیاست در ایران دیگه. در تجارت شدن، در سیاست نشدن. در تجارت شدن واقعا، ولی محدود به خلیج فارس. خلیج فارس هیچ وقت داخل کشور نشدن. خب ولی آقای مته، آیا میشه همچین چیزی رو گفت که به خاطر این نکته که شما متذکر شدید، چون
راه مدیترانه به خاطر عثمانی گرفتار دردسر بود، بله. به کلی بسته نبود ولی ضعیف شد، بله. پس راه جنوب مهم شد. خود شما اینو گفتید آقای مهدی، بله، بله. که هرچی بیشتر اونجا فشار بیشتر شد، ایران اقتصادش با خلیج فارس وابسته شد و پرتغالیا مانع شد، آره. و پرتغالیا اونجا انحصار داشتن، پس شاه عباس مجبور بود بره سراغ کمپانی هند شرقی انگلستان، چون یکی از شخصیت، یکی از مشخصات خیلی جالب امپراتوری های ایرانی به ویژه صفوی این بود که هیچ وقت ناوگان نساختن، آره، درست. یعنی که هرگز یک تصویر جهانجویی از بقیه دنیای غرب نیاموختن. شما یه متن این رو اسم این رو گذاشتید ترس ایرانی ها حداقل در اون دوره از دریا. خب ترس ممکنه یه چیز واژه مناسبی نباشه، یعنی ناآشنایی با دریا، چون تمام کانونا و مراکز سیاست همیشه در داخل کشور بوده، و از موقعی که ترک‌ها از آسیای میانه شون، اونها واقعا حراس از دریا بودن، یعنی تلسفوب به اصطلاح بودن، بله. آشنایی اصلا پیدا هیچ صفحه پیدا نکرد، آخر هیچ وقت آگاه نشد به اهمیت راه‌های دریایی، اصولا منابع نداشت. نه، این هم البته خود ساحل خلیج فارس هم بسیار نامناسب بود برای رونق تجارتی، چون واقعا خیلی گرمه، یعنی قابل زندگی کردن نیست، یعنی تابستون مراکز تجاری در موقع نبوده، بله، بنادر طبیعی هم نداره، مثل نمیدونم هنگ کنگ یا سان فرانسیسکو همچو چیزی، و ارتباط با داخل کشور هم خیلی بسیار دشوار بود و فاصله هم خیلی زیاد بود، و به اضافه این چون دوره نادر کوشید که ناوگان دریایی درست کنه در جنوب، کمبود چوب نبود، کمبود چوب در تمام کشور نه فقط خلیج فارس، واقعا یه مانی برای ساختن شهرها و استعمال برای مثلا زوب با زغال برای توپ سازی همیشه مشکلی بود. مجموعه این عوامل آقای امانت اونجا رسید که یک سردار افغان از قندهار حرکت میکنه و با چند هزار سپاهی میاد و بعد از این محاصره ای اصفهان رو میگیره. یکی از معدود کسانی که در اون زمان در دوره حصر اصفهان مینویسه جودا کروشینسکی، این میگه که میشد افغانها رو از اصفهان دور کرد اگر اینها رو راضی میکردن با دادن پول، اگر با اینها رفتار متفاوت در پیش میگرفتن، چنین چیزی ممکن بود؟ خب برای این کسی که اونجاست دیگه در اینو به شما، برای مورخ خیلی مشکلی که ویرچوال هیستری به قول معروف، یعنی بله. تاریخ مجازی بگی که آیا میشد یا نمیشد، ولی خب باید قبول کرد که قدرت یعنی این تصویری که از صفویه بود انقدر قوی بود، انقدر مقدس بود که یک گروهی پاره پوشی که جنده پوشی که از قندهار اومده بودن، از نقطه نظری کسی مثل کروزینسکی که تو اصفهان نشسته بود، میگفت اینا کی هم بابا یه پولی بهشون بدیم برن، یعنی این تصور رو داشته کروزینسکی. شاید هم اوائل کار خود محمود هیچ تصوری نداشت که بتونه برای اینکه حتی جرأت نکرد که شاه سلطان حسین رو بکشه، فقط وقتی کشت که فشار عثمانی وارد کار شد. البته خود کروزینسکی نمیگه جرأت نکرد، اتفاقا جالب این که کروزینسکی از رفتار خوب سپاهیان محمود هوتکی با اسرا میگه، اینها و با اقلیت‌ها و با اقلیت‌ها همکاری میکردن، بله. نه ولی خیلی به نظر من مستنده که فقط کروزینسکی اینو نمیگه، یعنی که محمود راضی بوده، یعنی خودشون تقدیم کرده، مذاکره کرده که یه مقدار خود مختاری و تجدید استخدام، چون مثلا کاروان سالاری دست اونها بوده از طرف صفویان، از لحاظ معاد و
معاش و درآمد خیلی مهم بود. از اینها گرفته بودند، یعنی عصبانیش شده بودند. البته زیر استبداد گرجی ها هم تیز رنج می بردند. اگر تمام این چیزها نبودند، من تصور می کنم بگه به داخل ایران نمی آمدند. غافلگیر شدند، یعنی صفویان و خود افغان هم غافلگیر شدند. تعجب کردند که بدون مقاومت جدی تا حد خود پایتخت واقعا توقع نداشتن. به نظر من بار اول که آمدن به کرمان در واقع برایشون یه تجربه بود، دیدن این بیسر این بیدر و پیکره، هر جا بخوام میتونن برن. بله. ولی شما این مته گفتید که من دقیقا نقل میکنم، گفتید که صفویه هم سقوط نکرده بود فرقی نمیکرد و ایران بعد از صفویه از لحاظ تجدد در نه از لحاظ گفتید اون سرنوشتی که در چند سده بعد از صفویه در انتظار ایران بود قطعا نمیشه گفت، ولی من حدس میزنم که خب زیاد نمیدونم. میدونی مسئله اینه که این قرن 18 یعنی پر از هرج و مرج و خب جنگ های داخلی و قبائلی. البته ایران یعنی فاصله گرفته از تحرکات و تحولات دنیاوی که البته قرن 18 خیلی مهم بود، یعنی صنعتی شدن اروپا، تولیدات در اروپا غربی، انگلستان اول، یعنی طرز تفکر سیاسی خیلی فرق میکنه، یعنی تمام یعنی مفاهیم دموکراسی و پارلمانتاریزم، نمایندگی مردم البته ایجاد شده و ایران از همین دور میفته، خیلی از این دور میفته. ایران همیشه نسبتا مزدور بود، یعنی راه‌های ارتباطی بین ایران و خارج همیشه سخت العبور بوده، یا از طرف عثمانی که البته تقریبا مزدور بوده از لحاظ خب اختلاف مذهب و خب هم دشمنی بودن بین این دو تا رژیم، و البته راه دور از دور آفریقا هم بسیار سخت بود و ایرانیان البته تسلط هیچ وقت پیدا نکردن چون ناوگان نداشتن. بله. و حتی برای اروپایان یه چیز خیلی طول میکشید قبل از ساختن کانال سوئز. به این انزوا به اضافه فروپاشی حکومت مرکزی فکر میکنید ایران رو بیش از یک سده به انزوا برد؟ تقریبا از نقشه محو میشه. بله. برای یه سن کامل سن قرن کامل. برگردیم به دوره سقوط صفویه. در کتاب شما در صحبت‌های آقای مته هم اشاره بود خیلی زیاد به برهم خوردن اون توازن اشاره میشه، توازن بین قزلباشان، دیوان سالاران ایرانی و علمای شیعه. آیا معنیش این بود که یکی از اینها قدرت گرفت و بر دیگران فائق اومد؟ آیا همه اینها متفرق شدن؟ چی بر سر این سه ستونی که صفویه برش استوار بود اومد؟ ببینید در شمال ایران به ویژه از زمان شاه عباس یک نوع شطرنج ایلیاتی بازی میشد، یعنی شاه عباس یک گروهی رو از یک طایفه رو از یک کرده رو میبرد میذاشت تو خراسان. بله که مشهوره دیگه و هنوزم آثارش هست. هنوزم آثارش هست. افشار رو میبرد از آذربایجان میذاشت به خراسان. مرزها رو به این ترتیب یک سیاست دفاعی مرزی میساخت از این. خب این به خودی خود به خاطر اینکه اینا از خاک خودشون به خاک دیگری رفته بودن اسباب تصادم میشد. بله. و شمال اصولاً به نظر من در قرن 18 به تدریج از جنوب ایران مجزا شد، یعنی دو قدرت بزرگ شمال و جنوب که یکیش نماینده شمالش افشاری و قاجاریه بودن. بله. نماینده جنوبش لور و زندیه بودن. بله. و این دوتا در واقع در قرن 18 ما دوتا قطب میبینیم که اینها رو اون پروژه نادر نتونست به هم موقتا پیوند به هم داد، دوباره پروژه کریم خان هم نتونست اینها رو به هم پیوند داده. یعنی اگه با ما بیراس صفویه رو بخوایم نگاه کنیم حتی بعد از سقوطش در 1722 این پس لرزه ها در تاریخ ایران در سراسر قرن 18 باقی موند. مهمتر از همه مسئله مشروعیت، یعنی که هیچ کدام از این دو قدرتی، دو تئوری که
بعد از صفویه پیدا شد، تئوری نادرشاه بازسازی قزلباش و بازسازی یک در واقع دولت امپراتوری عظیم جهانی که خواست از بغداد تا دهلی بسازه. این شکست خورد، اتحاد اسلامش به جایی نرسید، تضعیف شیعهش به جایی نرسید و و نظریه زندیه، یعنی کریم خان، نه زندیه، بله کریم خان، خب در موقع خودش خیلی عالی بود و نتیجه داد، خیلی خوب بود برای کوتاه مدت و برای بخشی از اون چه که ایران بر... خب البته بله. حتی در شمال هم زندیه سلطه داشتن، ولی مسئله این بود که اون منازعات داخلی جنوبی مانع از این شد که دولت زندیه بتونه اون تئوری نیابت رو که بهش میگفت وکالت، خودش میگفت وکیل، و معلوم نبود وکیل دوله بود وکیل رعایا بود، این تئوری متاسفانه نتونست پایداری پیدا بکنه تا دوره قاجاری، هیچ وقت به نتیجه نرسید. پس بحران مشروعیت موند. مهمیه. یعنی حتی شاه عباس معلومه که زیاد به جنوب توجه نمیکنه. هیچ وقت مثلا فراتر از شیراز لشکرکشی نمیکنه. تمام لشکریاش شماله. یعنی شمال، یعنی این محور بین آذربایجان و خراسان تقریبا، ولی جنوب زیاد اعتنایش نیست. یعنی این شکافی از اون وقتی میگه جنوب در واقع حاشیه سواحل و منظورتونه دیگه بیشتر، ولی خب جنوب تر از فراتر از شیراز تقریبا میشه، فراتر از شیراز رو بهش توجه میکنه و بخشی شاید ناآشنایی با یه خاصی هم پیدا میکنه به نظر من، که خب طوری که ایشون فرمودن نادرشاه سعی کرده این خب به هم چیز وصل بکنه ولی نتونست، چون خب عوامل زیادی هم داره. یکی از دلایلی که نتونست این بود که شیعه کاملا مستقر شده بود دیگه، نادرشاه خب نتونست برگردونه این موج رو، سعی کرده اینو دوباره چیز برو دوباره سنی کنه، اساس دیگه بنیاد بکنه ولی نتونست. اگه برگردم به اون سوالی که از آقای امانت پرسیدم، این سه ستونی که صفویه برش بنا نهاده شد یا بر ائتلاف اینها بنا نهاده شد، یعنی دیوان سالاران ایرانی، قزلباشان جنگاور و علمای شیعه، وقتی صفوی صعود کرد وضعیت از چه قرار بود در میان اینها؟ آیا یکی از این گروه ها، یکی از این ستون ها به قیمت حذف دیگری یا ضعف دیگری غلبه کرد؟ چون ما میدونیم مثلا علمای شیعه کماکان قدرتمند موندن، ولی این قدرتشون در دوره قاجار دوباره نشون داده شد. به نظر من همون روحانیت تنها نهادی بود که باقی مونده، ولی البته ملجع مردم مفلس و گرسنه و مستبد شدن، چون تمام این نهادهای دیگه از بین رفته بودن. آیا به این ترتیب یکی از میراث‌های مهم صفویه این نیست که علمای شیعه ای رو به ایران آوردن و شیعه ای رو رسمیت دادن که 100 سال علی رغم 100 سال پراکندگی 100 سال پراکندگی رو که بگذاریم کنار، میبینیم که اومدن و در قامت دیگه مدعی هستن. البته تا یه اندازه ماهیتشون با دوره صفویه متفاوت شد. این که بدون شک یه عده زیادی که مهاجرت کردن رفتن به عراق عرب، یعنی به سرزمین‌های شیعه، شهرهای شیعه نشین عراق، و بعد از اینکه دوران نادری پایان پیدا کرد به تدریج در دوره زندیه به ایران بازگشتن و اینها با یه تئوری تازه بازگشتن که در عصر صفوی اگرچه بود زیاد قوی نبود، و اون مسئله پیدایش فکر اصولی است، چون اصولیه به مراتب بیشتر از مجتهدین دوره صفوی اجازه میداد به علما که تا اندازه‌ای مستقل از دولت اعمال حدود و نفوذ در جامعه را داشته باشند، و منابع مالی هم که بهشون میداد یک تا اندازه‌ای مستقل از دولت بود. اوقافی بود که در واقع اصلش صفوی بود، ولی دوباره به دستشون اومد. اینا به تدریج قوی تر شدن. پیش از پایان برنامه میخوام راجع به نقش زنان در
خصوص در دربار صفوی بپرسم. خیلی جریان جالبی هست، یعنی شرکت زنان در عرصه سیاست که به نظر من از مال عثمانی ها بازم خیلی مرئی تر و خیلی واضح تر بوده. ولی بیشتر البته تو حرمسرا زندگی میکنن، نیست که خب علنا شرکت میکنن، ولی تحت پرده، یعنی زیر تحت پرده بله. یعنی تحت تابوز به قول چیز معروف واقعا شرکت میکردم، ولی بعضی وقتها هم به ظهور میاد، مثلا پریخام خانم که واقعا یه بازی خیلی بارزی ایفا میکنه در دوره کدام سلطان باشه، همون شاه طهماسب بله. بعد از سقوط، بعد از مرگ شاه عباس، اسماعیل دوم بله. مخصوصا که البته نهایتا کشته میشه بله. چون خب به عنوان زن نقشه سیاسی ظاهرش هم قابل قبول نیست، البته یعنی آسیب پذیره، یعنی بله. نقشه، ولی واضحه که نقشه خیلی عمده بازی میکنه توی عرصه سیاست. بعدش خب البته موقعی که با شاه سلیمان و بیشتر سلطان حسین نقش خواجه نیشان و مخصوصا زنان درباری خیلی یعنی بالا بیشتر میشه، بیشتر میشه. معلومه که مثلا شاه حسین خودش زیر سیطره و فرمان مریم بیگم بوده، مریم بیگم زندگی کنی که به او به چیز به سن 95 سال نزدیک به 100 سال میرسه. در مورد این مریم بیگم، چون چند مریم بیگم در دوره صفوی، ولی به خصوص این که بسیار شخصیت بارزی است، در انتهای دوره صفوی به ما بگید چرا نقشش مهم بود و اسمش ماندگار شد؟ شاید آقای مهدی بهتر از من راجبش بگه. بله بگید. بله. خب شاه سلطان حسین مرد ضعیفی بود، یعنی تحت سیطره خواجه نیشان و زنان دربار زندگی میکرد و فرمان روایی میکرد، معلومه، یعنی داستان زیادی داریم در مورد موضوع. یه نکته هم بنده اضافه کنم، ما بیشتر راجب زنان درگاه میدونیم، راجب زنان درباری و حرم میدونیم، حرم شاهی، به خاطر اینکه اینجا تنها چیزی که ضبط شده. بله. آره. شاید در زمینه‌های دیگه هم بوده که ما راجبش آره. مثلا ممکنه اگه معیار قاجاریه رو در نظر بگیریم زنان فقها بوده باشه، اونها خیلی نفوذ داشتن در این افکار فقهی، یعنی مثل طاهره در دوره در او یا قبل از او دیگران بودن که بله. دختر بحرالعلوم بود، دیگران بودن بله. که اینها فکر فقهی داشتن. آره. ولی خب ما راجب اینا زیاد نمیدونیم، متأسفانه راجب اونهایی که در حرم سرا هستن میدونیم. مریم بیگمی که ازش صحبت شد، در این مقطعی گفته میشه که حتی توانست منابع مالی گرد بیاره برای مقابله با محمود هوتکی. چنین هست و واقعا اینها میتونستن، یعنی اینقدر استقلال مادی و مالی داشتن این زنان مثل مریم بیگم که فارغ از اینکه سلطان چیکار میکنه. یک نکته میتونم بگم که هم در قاجاریه هم در صفویه، تقریبا در همه سلسله های ایلیاتی ایران، البته نمیشه گفت صفویه ایلیاتی بود ولی خیلی تاثیر ایلیاتی روش زیاد بود، یک نوع زن سالاری زیر اون لایه مرد سالاری خفته و از درون اون خیلی میتونه نفوذ بکنه در نظام، به خاطر اینکه با دیوانیان میتونه ارتباط برقرار بکنه بله. با طبقه غلام چراکسه، همون که شما در مورد پریخان خانم گفتید بله. میتونه با اونها ارتباط برقرار بکنه، با خوانین و حتی با قزلباش میتونه ارتباط برقرار بکنه، یعنی یک نوعی. و مسئله جانشینی خیلی مهمه، یعنی که اون فرزندی که باید به سلطنت برسه باعث میشه که نقش مادر اون فرزند مادر مهم خیلی شه. مهم باشه، خیلی مهم بود. و هر چقدر به اواخر صفوی ما نزدیک میشیم، همون که آقای مته فصلی هم در کتابشون دارن، این انزوا و حرم نشینی شاهزادگان صفوی که دیگه برخلاف دوره ابتدای صفویه بود که میرفتن میجنگیدن و میفرستدنشون به ولایات و اینها، دیگه اینا همه خانه نشین بودن، اینا به اصطلاح عثمانی یک سیاست قفس بود که اینا همه بزرگ شده داخل حرم بودن بله. و خب اونجا نقش زنان خیلی مهم بود آه. که کدوم
مادر که فرزند کدوم یکی از این زنان جانشین بشه، جانشین بشه. تا اندازه‌ای که مثلا زیر نفوذ و تاثیر زنان گرجی که خیلی با تعداد زیادی وارد همسرا شدن بعد از شاه طهماسب به بعد، یعنی گرایش‌های مسیحی پیدا میشه، مثلا گرایش های مسیحی در درون حرم پیدا میشه. اول من مجبور بودم به اسلام بگروند، ولی در ولی این حال در حقیقت یعنی حافظه مسیحی و تمام نمیدونم مراسم و مناسک و ابژه ها یعنی صلیب و از این حرف ها خیلی علاقه داشتم. خود شاهان هم بهش خود شاهان منتقل شده. این تصویر جالبی آقای مته. در یک سو ما این تصور عمومی رو داریم که شاهان صفوی شاهانی بود که شاهانی بودن که شیعه رو رسمیت دادن و اهل تشیع بودن، و در سوی دیگه حرمسرایی داریم که شاید بیش از خود جامعه درونش تنوع هم دینی و هم قومی بود، یعنی زنان از گروه های مختلف جمعیتی بودن، از اقلیت های مختلف دینی بودن. این آیا باعث می شد که جدال بر سر جانشینی یک شکل و شمایل دینی هم بگیره یا نه دیگه چنین نبود؟ نمی دونم، من اطلاعات به اندازه کافی، خب این مشکلش اصلی همین، البته معمولا اطلاعات واقعا از داخل حرمسرا در نمیاد، نه در منابع داخلی و هم در منابع خارجی. مثلا شاردن در مورد این چیزها می نویسه و قابل اعتماد هست به نظر من، چون میگه من یه دوستی دارم که زنش توی حرمسرا زندگی میکنه، یعنی اطلاعاتم تقریبا مستقیمه. البته سابقه ای که آقای دکتر مهته گفتن در مورد مسئله مسیحیت از ابتدای صفویه است، برای اینکه خود شاه اسماعیل یکی از دلایلی که شاه اسماعیل میخواد یک نوع حکومت جهانی برای خودش بسازه، یعنی اون بود که از یه طرف خودشو به خاطر مادرش که مسیحی بود و سابقه بیزانس داشت فکر میکرد که امپراتوری روم در واقع او وارثشه، از یه طرف هم که اوزور حسن بود فکر میکرد که وارث آقا قیونلوه بود، تمام از طرف این دیگه گرایش های صوفیانه خیلی جدی داشت که جهانی شخ... فکر میکرد شیخ دین بود و اینها در واقع بود. خیلی اگه شما بخواید نگاه بکنید خیلی دلیل داشت برای اینکه بگه من سلطان جهانم، حتی در اون سن خیلی کم. و شاید اون پروژه‌ای که اول صحبت دفعه پیش کردیم این بود که این پروژه‌ای که بخواد در واقع یک سلطنت جهانی شیعه درست کنه پایه‌هاش در همین گذشته چه. بله بسیار خوب، ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه عباس امانت و رودولف مته. در روزهای شنبه چندین ساعت زودتر از اولین پخش تلویزیونی پرگار این برنامه رو روی یوتیوب منتشر میکنه. به این ترتیب اگر مایل به دیدن پرگار در یوتیوب هستید میتونید زودتر از دیگران اون رو ببینید. هم پرگار یوتیوبی و هم پادکست یا نسخه شنیداری این بحث رو در وبسایت بی بی سی فارسی میتونید دریافت کنید. البته پادکست برنامه در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم منتشر میشه. ضمناً دوستداران پادکست پرگار یک امتیاز دارن با اون اینکه چند دقیقه اضافه گپ خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها رو میتونن بشنون. این گپ رو در بخش اول این بحث در مورد صفویه نتونستیم ضبط کنیم، ولی الان بعد از خاموش شدن دوربین ها اونهایی که دارن پادکست رو گوش میدن میتونن این چند دقیقه گپ خودمونی رو بشنون. شب و روز بر همه شما خوش.